خوابم یانان ارجمندم، درود بر شما. هرگز نبود آفاق انسان مخوف و تاریک، از دهر وحشتم نیست، از آدمیست وحشت، از آدم است بیداد. آقای امیر درخشان عزیز برنامه را اداره میکنه، از سایمانه سپاسگزار. نگاه میکردم به رسانه‌های ایران، پیشخوان روزنامه فروش ها در این چند روز اخیر، خب جنجالی به پا شده در سراسر جهان بعد از انتشار گزارشی پیرامون CIA و نحوه شکنجه در درون این سازمان اطلاعاتی در ایالات متحده آمریکا و خارج از آمریکا، مثلا کشوری مثل لهستان. خب در برخی از رسانه ها متوجه شدم که این رو هم بر این کردن که ایالات متحده آمریکا در آستانه سقوط و بعد این افشاگری آمریکا رو دچار ضعف و فتور میکنه، در حالی که درست واقعا برعکس. این تجربه من در دوران زندگی در این مملکت متوجه شدم که در خود سیستم و نظام سیاسی در ایالات متحده هم صاحب یک ماشین نیرومند انتقاد از خوده که هر از چند گاه یک بار این ماشین به حرکت در میاد و شروع میکنه به افشاگری درباره مجموعه خطا و خبط هایی که اینها در اعمال سیاست مرتکب شدند. و این یه عمل خودخواسته است. این به نظرم یک مشخصه نیرومند این دموکراسی در این مملکت، کمتر کشوری در دنیا این حالت و این خصوصیت رو داره. یعنی در کمال شجاعت و شهامت خودش رو افشا میکنه، برهنه میشه و اسرار مگو رو بازگو میکنه. در این مملکت ایجاد در واقع یک سیستم، یک نهادی که بتونه مجموع این فعل انفعالات رو پنهان و مخفی بکنه کار دشواری نیست، اما اینا نمیخوان این گونه باشه. اینا نظرشون اینه و این نظر اثبات شده است از زمان تأسیس این کشور که هر اندازه ما بتونیم نارسایی ها رو بیان بکنیم یا مجموع خبط و خطاهای خودمون، این نظام ما رو قوام بیشتری میده. نگرانی زمانی است که این خطاها بیان نشند یا پنهان بمانند، زمانی که این سناست که مجموعه روش ها در سازمان CIA رواجت میکنه. دمی که از روزنامه های ایران تیتر هوشمندانه ای زده بود برخلاف بقیه، CIA به روایت سنا، سیا به روایت سنا، یعنی خود آمریکایی ها هستن که دارن خودشون رو قصاص میکنن، خودشون رو تازیانه میزنن، خودشون رو شلاق میزنن. چرا؟ چون معتقدن تنها از این راست که میشه این دموکراسی رو حفظ کرد. اگر مجموعه خبط و خطاها پنهان بمونه، اون وقت خطر ریزش در این مملکت هم بسیار زیاده، بسیار زیاد. در این مملکت مثلا قانون مالکیت بر اسلحه، وقتی با طرفدارانش صحبت میکنید، هم طرفداران هم مخالفانش، فرق نمیکنه، خب اونها استدلال هایی میرن که تا حد زیادی پذیرفتنیست. میگه آقا مؤلفان این قانون اساسی در فکر اون روزی بودن که ممکنه دولت منتخب مردم در این مملکت علیه منافع مردمان این کشور قیام بکنه یا راهی بره که خلاف مصلحت این مردم باشه. این مردم که نمیتونن از خارجی درخواست کمک بکنن، باید خودشون بلند شن و جلو دولت رو بگن یا دولت رو از صحنه حذف بکنن. نه چه کردن؟ پیشبینی کردن که در این مملکت مالکیت اصله آزاد باشه، مردم بتونن، شهروندان بتونن صاحب سلاح باشن که از منافع خودشون روزی روزگاری اگر لازم بود دفاع بکنن. این استدلال هواداران اصله است. خب استدلال چقدر جالبه، ولی در این حال اصلا عوامل و عناصری که از این فرجه‌ای که قانون برای اونها قائل شده دارن سوء استفاده میکنن، مثلا صاحبان صنایع جنگ افزار و تسلیحات بهره لازم رو میبرن، مضافر این که همون ها نیرومندترین لابی رو دارن در دستگاه قانون گذاری مملکت. اینا هم هست، ولی در جوهرش یه قانون اساسی است که اجازه میده مردم در برابر دولت حاضر یراق باشن، در برابر هیئت حاکمه در این مملکت. اجازه هیئت حاکمه منتخبه، یعنی مردم اینا انتخابش میکنن.
خب برای یک روزنامه‌نگار جهان سومی خیلی سخت و دشوار هضم این قضیه، یعنی هضم افشاگری و ابعاد افشاگری، افشاگری و ابعاد افشاگری. برخی از آمریکایی‌ها چندان ناخرسند نیستن از اینکه اسنودن رفت و بسیاری از پرونده‌ها مربوط به وزارت خارجه آمریکا رفتار سیاسی این وزارتخانه رو افشا کرد. نه خیلی خوشحالن، معتقدن که اگر اسنودن این کار رو نمی‌کرد به کس دیگری حتما و قطعا این کار رو انجام میداد. یعنی امر محتوم بود افشاء مجموعه خطاها یا سیاستهای پنهان و مخفی و سری سازمانهای سیاسی در این مملکت. خب از بازار موسیقی عبور میکنیم، بینیم به سراغ چی. امروز نوبت آقای دکتر اسماعیل نوریالاست، تا لحظات دیگر همیهنان عزیز و ارجمندم. چی رو گوش میکنیم؟ کاری با صدای دریا، کاری با صدای دریا، دریا بچه مشهد، فکر کنم تبار گیلکی داره، حالا یا مادر یا پدرش فرامل، در خودش در مشهد به دنیا آمده، بعد سال هاست که به فرانسه کوچیده، فکر کنم 25 سال باشه در فرانسه زندگی میکنه، مرسه آواز رو به پایان برده و خواننده سوپرانوس، تلفیق کرده کارهای فولکلوریک ایرانی رو به سبک غربی که فوق العاده شنیدنی است. سیما جان او رو با هم گوش میکنیم و لذت میبریم. به یاد گیلان، اجازه همینجا پیشکش کنیم برنامه رو به گیلان سرسبز، سرزمین گیلها، سرزمین زنسالار، سرزمین آیدین آقداشتو، سرزمین بهمن مؤسس، اردشیر مؤسس، حاجی زاده، چه نقاشان و برجسته ای داره گیلان. برمیگردیم. آخ تی حال می حالای سیمای جانای، تی سر می بالای لگای جانای، های تی واسی من لجان بوشم، لنگرود بوشم، دیلمان بوشم، حتی تبمون به ایس پلی، تبمونی می پلی. چال ببینیم سبز سر یا بنفش چشم دار، دو تا یاری بگفتم در جوانی، ترگم تو بدانی ای تا رشته ای تا مازندرانی، ترگم تو بدانی با قربان سر رشته بگردم ای تا دل رو بری مازندرانی، ترگم تو بدانی می جان جان جانی، می جان گرده ای تو مانی، می جان جان حاج خانومه لب لب دوچی کنیمه. خب وقتی زاشیان خود یاد می کنم، نفرین به خانواده سجاد می کنم. درود بر شما همینانم، ادابه می دیم برنامه رو. اگر تو ماشه هفته گذشته در گفتگو با دکتر اسماعیل نوریالا، منتقد، ادیب و شاعر ارجمند و نازنین، بحثمون رسید به شعر مسلح در ایران. باری از شعرهای ما بودن که اشعار سیاسی خودشون دیگه خیلی به طور آشکار از یک جنبش مسلحانه دفاع میکردن و پشتیبانی میکردن. دکتر نوریالا عزیز، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکارتون و بینندگان گرامی برنامه. بحث هفته ما به اینجا رسید دیگه، نیست شعر مسلح. اول صحبت این بودش که چگونه بود که شاعر و نویسنده و همه اینها عرض کنم که رفتن به طرف این که در اپوزیسیون برانداز حکومت
سابق قرار بگیرن. بله بله. من توضیح دادم که به هر حال نیروی غالب تعیین کننده در اون روزها عرض کنم که نیروهای انقلابی چپ و اسلامی بودن و اونها مصرف کننده تولیدات فرهنگی محسوب می شدن و در نتیجه روش کار ادبی و فرهنگی رو هم اونها به نویسندگان و هنرمندان دیکته می کردن. یعنی هنرمندی که دوست داشت که مثلا بره شب شعری داشته باشه، شعر بخونه و با استقبال دانشجویان قرار بگیره، یا فیلمسازی که میخواست یه فیلمی بسازه که مورد عنایت مردم باشه، اینا همه کشیده شدن به طرف اینکه از این نیروهای در واقع برانداز انقلابی حمایت بکنن. و در این میان خب چهره‌های بسیار مهمی هم بودن، از احمد شاملو بگیریم که در واقع مرسی سرای کشتگان چپ و عرض کنم که مذهبی بود، تا شاعرهای دیگری مثل آقای آذر، آقای خویی و عرض کنم که شاعران پایین تری مثل جعفر کوشابادی و عرض کنم که دیگران مثل سعید سلطانپور یا خسرو گلسرخی. من که در اون زمان فعال بودم در زمینه نقد شعر و مسئول صفحات شعر فردوسی بودم، رفته رفته متوجه این جریان شده بودم که دیگه داستان از عرض کنم این که شعری خوب باشه یا بد خارج شده. ضابطه‌ای برای تشخیص شعر خوب و بد در بین جمعیت کتابخانه ما دیگه وجود نداره و ضابطه خوب و بد از مسئله ادبی منتقل شده به مسئله سیاسی. یعنی کافی بودش که یکی میامد میگفت مثلا ابر روی خورشید را گرفته، همه میفهمیدن که منظور اینه که مثلا 28 مرداد شد و شاه آمد مصدق و انداخت. یک زبانی که مشهور شده بود به زبان سمبولیک جریان پیدا کرده بود، که البته این نامگذاری هایی که در حوزه ادبیات و فرهنگ ایران میشه اغلب نامگذاری های معوجیه، برای اینکه عرض کنم که ادبیاتی که مورد توجه بود و گوشه و کنایه میزد به دستگاه و غیره، اینها ادبیات سمبولیک نبود. سمبول در عرض کنم که ارزشیابی ادبی یعنی اینکه شما یک عنصری رو از یک مجموعه بگیرید و اون رو در کار خودتون بیارید و وقتی که مخاطب شما به اون عنصر برمیخوره کل اون مجموعه رو عرض کنم که به یاد بیاره. مثلا شما نگاه کنید صلیب شکسته، این سمبول حزب نازی و افکاری بودش که در اون حزب و در زمان هیتلر مطرح بود. بنابراین شما در هر کجا که این صلیب شکسته رو ببینید متوجه کل اون مجموعه میشید، در حالی که ابر که میخواهد به معنای مثلا حکومت چیز باشه، 28 مردادی باشه، این سمبول نیست، این یه قرارداد اجتماعیه که بین نویسنده و عرض کنم که خواننده برقرار میشه و اگر که 20 سال ازش بگذره و اون خوانندگان و اون گویندگان دیگه وجود نداشته باشن، شما دیگه هرچی میخونید نمیفهمید که این چه نوع سمبولیزمیه که داره به کار میره. در واقع در زبان فرنگی این نوع کار رو نمیگن سمبولیک، میگوین الگوریک، به معنی عرض کنم که تمثیلی. مثل مثلا کلیلو دمنه خودمون که مسائل اجتماعی رو این کتاب به صورت تمثیل‌هایی از زندگی حیوانات مطرح میکنه، یا مثلا قلعه حیوانات جورج اورول که داستان انقلاب حیواناتی که در مزرعه هستند علیه صاحبشون و غیره هست، ولی تمام داستان داستان انقلاب شوروی و به قدرت رسیدن استالینه. به هر حال غرض من اینه که رفته رفته ارزش‌های ادبی
جای خودشون رو به ارزش‌های سیاسی یا ارزش گذاری‌های سیاسی دادن و به نظر من شعر به یک بیراهه بسیار بدی افتاد. یعنی میزان تولیدات شعر خوب و ادبیات خوب عرض کنم که رفته رفته تقلیل پیدا کرد و اگر هم کسی میکوشید که در این زمینه عرض کنم که برگردون ماجرا رو به مسائل ادبی و هنری و این نوع ارزشیابی‌ها رو هم در مرکز کار قرار بده مورد شماتت و اعتراض دیگران قرار می‌گرفت. من یادمه که مثلا من وقتی که در سال 1348 کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران رو منتشر کردم، مجبور شدم که در مقدمات این کتاب توضیح بدهم که شعر خوب و شعر بد می توانند معیارهای ادبی داشته باشند، اما اگر که ما این معیارهای ادبی رو با معیارهای سیاسی عوض بکنیم، اون وقت دیگه نمیتونیم به یه شعری بگیم خوب یا بد. ممکنه که مثلا بگیم شعر شریف، یعنی یه لغت ارزشی رو اینجا به کار ببریم برای اینکه بگیم که مثلا این شعر مزیت داره بر بقیه، ولی بد و خوب رو به معنای نقد ادبی و ارزشیابی ادبی نمیتوانیم در این مسائل به کار ببریم، که این خودش مورد اعتراض برخی از این شاعران شعر مسلح شد. من یادمه که سپانو هم در همین مورد یک مقاله نوشته بود و یک شب در بار مرمر حتی بین عرض کنم که سعید سلطانپور و سپانو دعوایی شد و او یک کشیده به گوش سپانو زد و بعدم رفتش یک مقاله مفصلی نوشت در مورد این که این بورژواها و فلان این حرفا میخواهند عنصر انقلابی رو از شعر بگیرند. و داشتم این رو هفته پیش عرض میکردم که خود به خود این فضای فرهنگی در همه جای دیوان سالاری حکومت رخنه کرده بود. یعنی شما نگاه بکنید که مثلا وزارت فرهنگ و هنر در پی جشنهای فرهنگ و هنری بودش که عرض کنم که در سراسر کشور اجرا می شد، در اونجا هم در هر شهری شما می دیدید که هنرمندان و نویسندگان در خودشون می گفتن متعهد به زبان ژان پل سارت که شعر آنگاژه یا شعر متعهد رو مطرح میکرد، اونها هم خودشون رو شعر متعهد میدونستن، که باز به نظر من تعهد سارتری ربطی به تعهد سیاسی این شاعران نداشت. به هر حال یا مثلا کانون پرورش فکری کودک رو بگیریم که در اونجا شما میدیدید که از شاعر و قصه نویس و فیلمساز و همه اینها در این حالی که در مؤسسه کار میکردن که به وسیله شهبانوی مملکت ساخته شده بود، اما از دل اون مثلا مثل چه میدونم مایسی های کوچولو میامد بیرون و بقیه آثاری که یا مثلا صفحات شعر شاملو یا ابتهاج و غیره میامد بیرون. من اصلا به ارزش کاری که در این موارد در کانون پرورش فکری کودکان انجام شده شکی ندارم. فکر میکنم که سنت بسیار خوبی رو در انتشار ادبیات و هنر کودکان به جای گذاشتند، اما از لحاظ محتوایی به هر حال این محتوا ضد حکومت بود و در نتیجه خب وقتی هم که کانون نویسندگان شکل گرفت و به وجود آمد، در اونجا هم خود به خود همین مسئله مطرح بود و با همه کوشش هایی که می شد که یک نوع تعادل و خونساگری در مورد سیاسی در کانون مسلط بشه، عاقبت با نزدیک شدن دوران انقلاب کانون هم به شدت سیاسی شد. دکتر ریالا، این همون دوره است که اشعار شعرهای تغزلی و منظومه های تغزلی و عاشقانه مورد بیمهری بودن، مثلا آقای نادرپور، فریدون مشیری، منزوی، دیگه کی بودن خیلی، و اغلب هم در نقد هایی که در مطبوعات منتشر می شد، مطبوعات منتسب به این گروه ها، این دوستان ما اغلب مورد تحقیر قرار می گرفتن،
به عنوان شعرهای خرد بورژوا یا اینکه اینها خلاقیتشون هم خلاقیت خرد بورژوایی است، این مربوط همون دوره است نیست؟ بله مربوط به همین دوره است، ولی با یک تعریضی در این مورد. بله و اون اینه که این شعرهایی که شما نام بردید اکثرشون از دل اردوگاه شعر کلاسیک می آمدن. درست. و یک نوع برخورد شعر کهنه و نو هم در اونجا برقرار بود. مثلا برخوردی که دکتر براهنی در مجله فردوسی با عرض کنم که ابتهاج و مشیری و کسرایی و نادرپور کرد، مربع مرگ ها؟ مربع مرگ اونها رو نام داد، کمتر مزه سیاسی داشت، بحث ارزش های عرض کنم که شعری بود. به همین دلیل نمی شود حمله به این نوع شاعران رو دقیقا یک حمله حزبی دارست یا یک حمله سیاسی دارست. اما مثلا شما شاعران دیگری رو که نگاه بکنید ببینید، مثلا حالا تو دهه چهل اگر برگردیم یک کمی، هنوز وارد دهه پنجاه و دوران اوج گرفتن حرکت های انقلابی نشیم، ما میبینیم که مثلا شاعرانی مثل نادر، ببخشید، مثل یدالله رویایی هم مورد توجه نبودند. درست. و اونها رو هم شاعرانی که نوسرا بودند و در آوانگارد نوسرایی هم بودند اما مورد غضب قرار می گرفتن به لحاظ اینکه اینها شعر متعهد رو قبول نداشتن. یا حتی خانم بهبانی، سیمین بهبانی. دقیقا، خانم بهبانی هم باز البته تو کمپ کهنه سرایان بود. بله. ولی به هر حال خانم بهبانی هم اساسا تمایلی به این که وارد حوزه شعر سیاسی بشه نداشت. حالا این میل به جنگ مسلحانه یا میل به مبارزه مسلحانه با خود و حکومت، اینا به نظر شما وقتی حالا بررسی میکنید یه میل طبیعی بومی بود؟ یعنی به صورت طبیعی شکل پیدا کرده بود یا عناصر بیرون از ایران روش اثر گذار بودن؟ مثلا جنگ سرد و پیامدهاش یا نفوذ دستگاه اطلاعاتی خارجی؟ خود شما به چه نتیجه رسیدید؟ والا به نظر من میرسه که در این مورد هم میشود به دو صورت نگاه کرد. در اردوگاه چپ به نظر من بیشتر جنبه تقلید برقرار بود، الهام گرفتن از امریکای جنوبی و نمیدونم جریان کوبا و غیره. اینا مدل هایی بودش که خیلی این جوانان رو عرض کنم که، یا حتی افکار ماویستی، نمیدونم محاصره شهرها از طریق دهات، اینا جریاناتی بودش که مستقیما از ماجرای چپ در خارج از کشور به داخل منتقل میشد. و به صورت، به نظر من اصلا قصدم اهانت به شرکت کنندگان در این جریان ها یا تردید در عرض کنم که شرافت و حسنیتشون نیست. اما وقتی که شما نگاه میکنید میبینید که بزرگترین حرکت مثلا چریکی اون زمان این بودش که 4 نفر تفنگ بردارن برن توی جنگلای سیاه کرد، بعدم حمله کنن مثلا یه پاسگاه ژاندارمری رو بگیرن. یعنی اشل تقلید بسیار اشل پایینی بود. و از اون طرف در حوزه عرض کنم که مذهبیون هم همین جریان خب به صورت مثلا مجاهدین خلق و این حرفا مطرح شده بود. در این مورد شاید بشه گفتش که اونها به واسطه از غرب تقلید میکردن، از جریانات چپ دنیا تقلید میکردن، سعی میکردن این رو یه کمی بومیش بکنن و عرض کنم که مطرحش بکنن. ولی به هر حال جریان مسلحانه به نظر من ناشی از چجوری بگم ناکامی بودش که دستگاه ایجاد کرده بود و روزنه های یک زندگی طبیعی سیاسی رو روز به روز بیشتر بسته بود و آدمی که میخواستش در سرنوشت سیاسی مملکت شرکت بکنه عاقبت یا میرفتش به طرف این نوع عملیات و یا اینکه میرفتش توی مثلا خانقاه ها و در مذهب و این حرفا حل میشد، مذهب غیر اسلامیستی و سیاسی منظورمه.
و من بسیاری از روشنفکران اون دوره رو سراغ دارم که به خاطر اینکه تحمل فضای بسته سیاسی رو نداشتن رو به مذهب و خانقاه ها آورده بودن. ولی تأثیر مذهب روی شعر تقریبا صفر در اون دوران. ما شاعر مذهبی نداریم، شاعرانی که سعی کنن از طریق به شکلی مذهب رو در شعر دخیل کنن، یا حتی در کار سیاسی هم من بیاد ندارم که مذهبیون فعال باشن. مثلا من به خاطرم هست در کنفدراسیون، در یه بخش خیلی ما بسیار فعال بود، یک عنصر مذهبی وجود داشت، ازش آقای مسعود بود و ایشون نوارهای خمینی رو میورد و توضیح میکرد. برادرش هم تصادفا از معاونین نخست وزیری در ایران بود، ولی خودش اپوزه و اپوزه مذهبی. و من کسی دیگر سراغ ندارم، حتی هیچ کس باور نمیکرد یک روز مذهبیون بتونن تمام فرص به اصطلاح سیاسی اپوزیسیون یک جا به دست بگیرن و علمدار قضیه، علمدار مبارزه بشن. من نمیدونم شما، من فکر میکنم که یک خود زودتر از اینکه این جریانات در خارج کشور شکل بگیره به ایران برگشتید. بله. شما یه خود عقب‌تر. بله درسته. پس مثلا من که در سال 54 آمدم به اروپا تازه و تحصیلاتمو شروع کردم، کاملا اون چیزی رو که شما میگید برعکس میدیدم. عجب. یعنی میدیدم که جریانات اسلامی به شدت عرض کنم که فعال شده بود. فعال شد. خب همینجا رو داشته باشید. آقای دکتر نوری علا، این بحث جالب رو ادامه میدیم. آقای شخصیت با تجربه که بسیاری از این چهرهای سرشناس ادب و فرهنگ ما رو از نزدیک میشناخته، با اونها دوستی داشته. در نتیجه گزارش که آقای نوری علا میده خیلی قابل چکی است و لازمه این صفحات سفید تاریخ ایران رو واقعا باید نگاش، مخصوصا صفحاتی که به نظر بعضی ها چندان هم از اهمیت برخوردار نبوده، گرچه به نظر من بسیار حائز اهمیت این دوره از تاریخ. خداحافظ شما. خداحافظ شما. مرسی.